وزیر دارایی عربستان سعودی هم هفته پیش گفت ممکنه کشورش خیلی زود سرمایه گذاری در ایران رو آغاز کنه. روابط اقتصادی این دو کشور نفتخیز رو شما چطور میبینید؟ چه ابعادی خواهد داشت و آیا تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران مانعی نخواهد بود؟ بله، ببینید، دو کشور ایران و عربستان سعودی دو تاشون کشورهای بسیار غنی هستند از چندین جنبه، نه تنها نفت و گاز. مثلا من اینجا در بین سعودی ها، وقتی ما الان 4 ماه اومدیم اینجا، امارات بودیم، ولی حقیقتش هر جا رفتم سعودی ها آرزو میکردن که صلح بشه بین ایران و کشورشون و از ایران بتونن یه سری کالاهای بیارن. من حتی یه سری آدمای تاجر دیدم گفتن ما تو این شرایط هم که روابطمون قطعه، ما یه نوع روغنی میاریم از طریق ایران میاد به یک کشوری، الان نمیخوام اسمش بیارم چون نمیخوام مسئله مطرح بشه به صورت اینکه این مسئله غیرقانونیه. گفتن میاد اونجا بیس اویل، حتی به من گفت بیس اویل، بعد میاد تو اون کشور با قیمت بسیار ارزان و بعد اونجا پرودکشن میشه یه سری روغنهای آلمانی و روغن‌های صنعتی به صلاح با کوالیتی بالا بش اضافه میشه و برای روغن‌های ماشین. گفت این روغن‌ها اینقدر به صلاح برای ما به صرفه هست و در بازار ما اینقدر رونق داره که حتی مثلا در رقابت با آرامکو مثلا میتونه قد علم کنه اگر به صورت آزاد از ایران آورده بشه. یعنی تا این حد به اضافه فرآورده‌های دیگه مثل زعفران، ایران خیلی چیزها داره و ایران تأثیر خیلی مستقیمی بر دنیای عرب داره. میدونید که در تاریخ، کلن در تاریخ منطقه نورزاده، میدونن هر تحولی در ایران افتاده، نگاه جهان عرب به ایران بیشتر از همه کشورهاست. یعنی ملی شدن صنعت نفت مصدق، ملی شدن کانال سوئز و ملی شدن نفت عراق را به هم داشت و اسلامگرایی در سال 79 وقتی به ایران اومد و پایگاهش را در ایران یافت، کل جهان عرب تحت تأثیر اون قرار گرفت و الصحوه به وجود اومد، گروه های اسلامگرا بود. بنابراین هر تحولی در ایران به وجود بیاد بلا شک در کشورهای عربی تأثیرش میذاره و به نظر من از نظر اقتصادی، میدونید سعودی هم خیلی کالاهای به ایران میداد، همین کالاهای لبنیات، مسائل دیگه، خرمار، قبل از اینکه روابط قطع بشه المراعی بزرگترین صادر کننده لبنیات به ایران بود، لبنیات و پنیر و این مسائل. به هر حال پتانسیل های زیادی در بین دو کشور هست که میتونه در ساختار اقتصادی، در روابط اقتصادی برای هر دو کشور مفید باشن. ولی همه این مسائل، همونطور که آقای نوریزاده فرمودن، همه این مسائل باز برمیگرده که ایران جمهوری اسلامی چقدر میتونه از گفتمان انقلابی خودش خارج بشه و یک به اصطلاح تجدید نظری در روابط سیاسیش به عنوان یک دولت با دنیا برخورد کنه. بله. نه اینکه یک گفتمان انقلابی میلیشیا و شبه نظامی بینا.